خب سلام و مجدد خدمت شما عزیزان من حالا گفتم بیام روی پارس بعد در رابطه با سینگل پوینت کراس اوور صحبت کنم که بریم شکل خوب بیارم با هم ببینیم ببین مثلا اینجا گفته پرنت یک یا والد یک هم میتونه یه عامل باشه و به صورت باینری با صفر یک نشون داده و والد دو خب بعد کراس اوور پوینت کرده سینگل پوینت کراس یعنی یک نقطه برای کراس اوور یا به صورت تقاطع تو مشخص میشه مثلا کراس اوور گذاشته 8 گفته خب یعنی چی گفته میگه یک، دو، سه، چهار، پنج، 6 7 8 میگه هشتمین بیتو که رد کردی اون خط کراس اوور رو بزن حالا خط فرضی ها ذهنیه یعنی چی یعنی دو تا دوتا دو تا تولید دو تا فرزند تولید فرزند اول میاد این رشت هشت از این بالا میگیره بقیه رو از این پایینی میگیره و با هم ترکیب می‌کنه. آف سپرینگ دو میاد این هشتا تو، از دو پرنت دو میگیره بقیهش رو از پرنت یک میگیره میشه یعنی دقیقا شما یه موقعیتی رو یک پوینت رو مشخص میکنی برای کراس رو برای تقاطع میگه از 8 بیت هشت هر جا مثلا دهم، هم پونزه ده هم بیست هم هر مشخص جا مشخص میکنه از اونجا به این ترتیب تغییر میکنه حالا ما تو محیط کود نویسی در اتا با کد که داره چه اتفاقی میفته بیشتر توضیح میدیم بریم سراغ الگوریتم بعدی بود که الگوریتم کلونی زنبور هستش الگوریتم کلونی زنبور رفتار خوب زنبورها رو بررسی میکنه ولی اینجا ما سه نقش زنبور داریم یه مقداری الگوریتمش فرق میکنه با قبلی زنبورهای شاغل داریم یا به صلاح امپلوی تماشاگر یا لوکر و پیشاهنگ یا اسکات که در فرند تغذیه شبیه سازی زنبورهای شاغل وظیفهشون چیه؟ بهره برداری و همچنین مسئول آگاه سازی زنبور های تماشاچی در مورد مکان و کیفیت منابع غذایی به غذایی غز با رقصن خب یعنی چی؟ یعنی زنبور های شاغل میرن میچرخن میان و اون در با مکان مثلا اون گلی که رفتن مثلا رو خوردن و کیفیت اون منبع غذایی با رقص صحبت میکنه یعنی اگه خوشحال باشن نشون میدن که اون کیفیت خوبی داشته برنامه بیشتر روی فرنده بهرورده در گام دوم تمرکز دارن حالا من این شکل از زنبور ها رو هم آوردم شعب کودش رو بخوام هم ببینیم به صلاح در واقع این ای مخفف بحث کلمه مصنوعی و بی کلونی هست ABC الگوریتم بیس و پایش چجوریه میگه اول اینکه خب یه سری مقادیر رو برای کنترل پارامترها تعیین میکنیم سی اس یعنی تعداد نمبر فود یا همون شهد گل ام سی ان ماکسیمم اینکه اون تعداد لوپ چرخش چقدر باشه لیمیت هم یه کنترل پارامتریه که تأثیر میگیره که مثلا یه دونه شهد گل تموم شد یا نشد لوگین میکنیم بیگین یه داخل برنامه شروع میکنیم و فود لوکیشن ها رو اینیشالایز میکنی اولویت میکنی رو فیتنسشون رو به دست میاری سایکل رو میذاری یک بعد میفتی تو وال اینجا دیگه میفتی تو اون چرخشه میگه تا زمانی که سایکل من که یک بود کنترل از MCNA یعنی به اون حد نرسیده بیا چیکار کن بیا ام بیز فیز رو صدا بزن این خوشه فاز فاز زنبورهای کارگر یا کارمند یا شاغل آن ها آن ها همون ها. بعد مموریز کن به صدشون بعد برو سراغ اسکاتا بعد یکی به این حلقه اضافه کن اونجا درست شد حالا خود بی اینجا مثل یه فانکشن می‌مونه، یه فانکشن اینجا نوشته شده. ما دیگه پیش‌فرض می‌مونیم که شما برنامه مثل پایتون هم می‌دونید، یه مداری هم object-oriented بدونی، یعنی مداری کلاس و object و اینا رو هم بدونی. مثل یه فانکشن می‌مونه که اینجا صدا زده میشه، دیتاش چیه؟ فودسورس پاپولیشنه و میاد میگه می‌گه هر هرکدوم از فودسورت‌ها بیا چیکار کن؟ بیا پرودوس کن، بیا تولید کن. حالا توجه به فرمول 52 بذار داخل نیو سولوشن یه سولوشن جدید اون نیو سولوشن رو اوالوییت کن با توسط, با توسط به توسط تاب فیتنس کتاب اف میگه اگر این سولوشن جدیده از اون سولوشن قبلی کمتر بود یعنی بهتر بود اونو جابجاش کن و اکسپلویت کنش اکسپلویتش رو بذار صفر اکسپلویت همون بحث این هستش که اون استفاده شده یا نه یا همون ظرفیت هست در این صورت این به یک کن و بذار داخل خود اکسپودیتر این همیدونه هم از همون فرمولا بودش که اینجا با هم دیدیم هیچ کنه اینا نگرانی نداره فقط جمعه آشنایی داره فقط داریم میبینیم توی کورت نویسی من همه اینا رو کامل توضیح میدم ببین حالا بیام رو آنلوکر کار کنیم آنلوکر هم دیتاش فوتورس پاپولیشن و احتمال هر کدوم از راه هاست بعد اینجا به بر... ازای هر کدوم از فوتورس های ایکس آی میاد نگاه میکنه که اساین میکنه اون احتماله رو که به دست این فرمول اتفاق میفته توی پی آی پی آی میشه احتمال ما میگه فیتنس آی رو تقسیم بره جمع فیتنس های آی تا اس ان بر فیتنس آی کن خب و داخل اینجا قرار حالا صفر رو بذار داخل I، صفر رو بذار داخل تی و بگو تا زمانی که تی کمتر از اون CS هست شروع کن به کار یعنی چی کار کن بیا عدد رندوم بین صفر یک تولید کن یه عدد رندوم تولید کن بذار داخل آر بگو اگر آر من کمتر از پی آی بود آنگاه بیا چی کن تی رو بالا بی کن بذار داخل تی یعنی یک مرحله اینجا میتونه اضافه بشه یه راه حل جدید تولید کن متوسط فرمول 52 اگر اینجا داشته باشیمش پنج و یک رو داریم پنج و دو بعد اولویت میکنیم نیو سولوشن رو و داخل با توسط تابع فیتنس دیگه اولویتش میکنیم اگر این بازم کمتر از این شد بازم همون روال قبلی و اینجا یه اتفاق دیگه داره میفته نگاه علاوه یک کن و بیا مود سی اس ام رو بگی بذار داخل آی. اینجا فرمول پنج و یک رو داریم حالا تو اینجا داریم استفاده میکنیم گفته بی ها چطوری ها؟ بازم فوترس پاپولیشن و اسپلیشن کانترز رو میخوایم و اینجا گفته به ازای آی ها اکسپلیت آی که مثل اسم ماکسیموم بود اگر اکسپلیت اس آی بیشتر لیمیت شد یه بار رندم سلوشنی که تو اینجا هست یکی تولید کن بذار اینجا و اینو صفرش کن اینجا میبینیم ایکس آه... مینیموم جی ها به علاوه رندم صفر میشه و این اتفاق براش می‌افت. این فرمولی که به دست میاد این تا اینجا بحث کلون زمان هم باشه من اینجا فقط تئوری گفتم به داری ذهنتون آماده شه ما توی کد نویسی اینا رو رو خیلی بازش کنیم ولی من دارم مقدمات رو میگم که تو کد نویسی دیگه ارجاع بزنم شما بتونید ببینید بحث مجموعه داده چیه مثلا ما میام از پروژه های نرم سازمان ها میتونیم در حالت ایدال استفاده کنیم ولی خب خیلی اجازه نمیده ما میام از مجموعه داده ها استفاده کنیم مثلا من اینجا از مجموعه داده خطای نرمافزار پرومیس استفاده کردم که مجموعه داده های مختلف نرمافزار آپاچی با زبان جاوا نوشته شده 20 تا ویژگی بی ورودی داره بیست تا فیچرز داره یه دونه ویژگی خروجی داره که اون هدف ما هست که مشخص میکنه مثلا این دیتا خطا دار هست یا نیست بطور مثال اینجا مثلا دیتا سته اسمش چیه آنت، اسمش کمله اسمش جدیدیته و چیزای دیگه خب ورژن رو مشخص کرد چه تعداد فیچر داره چه تعداد اینستنس انستانس اینستنس همون سطرشه و چه تعداد این سطرا خرابن و درصدشون چقدر اینجا مثلا نگاه کنید من یکی از اکس رو آوردم ببینید اینجا دقیقا همون اینستنس که الان اینجا مثلا حالا اون تابه، ماژول کلاس هر چیزیشو نوشته و اینجا ستون‌هاشون که اون فیچرهای ما مثلا گفته WMC DIT NOC اینا هر کدومشون معنی داره در آخر سر باگ میگه صفر مثلا باگ داره خطا دار هست یا نیست یک یعنی باگ داره ما مثلا مثلا همون مثلا دبلیو ام یعنی نمبر اف متد دیفاین این, 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 این کلاس میگه تعداد توابع و متدایی که تعریف شده در داخل کلاس رو دبلیو ام سی نشون میده خب و خیلی از چیزای دیگه خب مجموعه داده واقعا فقط دادهای از دست رفته بودن این خیلی مهم بود تو تحقیقات خیلی خوب ازشون استفاده شده بود نیاز به اطلاعات تاریخی نداشت با زبان جاوا پیاده سازی شده بود یه شیره آسان محاسبه میشن و استفاده از آنها باعث بهبود عملکرد پیش بینی موضوع بعدی که خب بعد از اینکه ما مجموعه دادمون انتخاب کردیم و پیش رفتیم جلو الگوریتم دسته‌بندی یا کلاسفیکیشن یا طبقه بندی ما اینجا مثلا الگوریتم های نزدیکترین همسایه KNN و ماشین بردار پشتیبان SVM بیشترین استفاده رو داشتن الگوریتم نزدیک هم سرعت اجرای خوبی داره ولی خب دقت ماشین مدل پشتیبان از اون خیلی بیشتره ما بدون از اونجایی که ما به دومب... دنبال دو... بیشتر دقتی مثلا ما اینجا از اس استفاده کنیم حالا من خودم رندوم فورس هم امتحان کردم تا از اس هم بهتر شد شما مثلا میتونید رندوم فورس هم امتحان کنید ولی اینا همه ولی خب زمان اجرای خیلی بیشتری میگیره از یعنی چندین برابر بیشتر از اس ولی واسه مجموعه داده اینا رو باید تست کنید ببینید چطوری جواب میده ماشین بردار پشتیبان یکی از محبوب ترین یادگیری تحت نظارت یا سوپروایزد هست که برای دستبندی و همچنین مشکلات رگرسیون هم استفاده میشه هدف این الگوریتم ایجاد بهترین خط مرز یا خط یا مرز تصمیم گیری که بتونه فضای انبعودی رو در کلاس ها کنه تا بتونه در آینده نقطه داده جدید رو به راحتی در دسته صحیح قرار بده. ماشین بردار پشتیبان یک الگوریتم نظارت شده است برای مسائل طبقه بندی و رگرسیون استفاده میشه ولی بیشتر هم تو مسائل طبقه بندی استفاده میشه در الگوریتم اس هر نمونه داده را به عنوان یک نقطه در فضای ان روی نمودار پراکندگی داده ها میتونیم ترسیم بکنیم ان نه اون تعداد ویژگی است که یک نمونه داده دارد مقدار هر ویژگی مربوط به داده ها یکی از مؤلفه مختصات نقطه روی نمودار رو مشخص میکنه سپس با ترسیم یک خط راست داده های مختلف و متمایز از دیگر بندی میشن در واقع ماشین بردار پشتیبان یک الگوریتم دستبندی بسیار قدرتمندی الگوریتم ماشین بردار پشتیبان هنگامی که قدرت پیشبینی بالا نیاز باشد یک گزینه بسیار عالی است حالا کاربرداش کجاست ببین این SVM. تصور کن توی حالا محور این تور مانندی یه سری سمپل ها این برن, ای سمپل ها این برن. این یه سری این و این میادی خط می میکشه یه بسیلا دیسیژن باندروی میکشه یه خط تصمیم گیری میکشه. و بعد اینها رو به اصطلاح ساپورت وکتور هایی که داره جدا میکنه مثلا تفکیک میکنه اینا رو اونایی که شبیه هم رو میذاره کنار شبیه هم میذاره کنار اونایی که با هم تفاوت دارن و جدا میکنه ماهیت کلیش همینه تو بحث پیشبینی کیفیت سیستم های بصری ربات ها کنترل مسیر در دستگاه خودکار کلاسیفیکیشن های صوت نمودارهای های مشتری و بازار پیش بینی فروش های آینده تشخیص چهره پردازش تصویر سیگنال های تصویری شامل مقایسه اطلاعات بینایی ماشین کامپیوتر ویژن اکتشاف تقلب در کارت های اعتباری و خیلی از مسائل دیگه داره استفاده میشه پس ما تا اینجا اومدیم دیدیم که اون سینگل پوینت ها چی بودن الگوریتم کلونی زنبور رو متوجه شدیم و کاربورت های اس رو با هم دیگه دیدیم و فهمیدیم که SPM داره چجوری کار میکنه و بحث کلاسیفیکیشن چیه تا اینجا موارد مرور بکنید بررسی بکنید تا جلسه بعد بریم ادامه داست